گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان میگویند که بررسی های آنان نشان میدهند که در نزدیک به دو دهه گذشته رهبران حکومت به تعهداتشان در برابر زنان عمل نکردند. این زنان چگونگی گماشته شدن زنان را در کرسی های حکومت تازه ناروشن و ناعادلانه میدانند. انتظار بانوایی بود که مطابق امو تعهدات عمل کنند. دقیقا ما در قسمت سلسله تقرریایی که فعلا صورت میگیره نگران هستیم. حقا ماوینینی چی ولایت لپاره تکل کیجی حقوی وازی دانه چی مصیر په نامه باندې تکل کیجی حقوی ته باید اجرایی صلاحیت هم ورکول سی. اکثریت اوس وای چې دای وازی په نامه باندې دی مازی به هلته د ماوین د والی پوسټ به اشغال کړی وی ولی نور کوم نتیجه به نه ورکوي. این زنان میافزایند که در تفاهم نامه سیاسی میان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله نیز درباره سهم و جایگاه زنان در کرسی های حکومتی چیزی گفته نشده است و گفته این بانوان برای زنان در حکومت تازه باید 30% سهم داده شود. لطفا میرمانو تا نور سمبولیک موقفون ما ورکوی نور مخت شعاری د شعار په ایز باندې زمول نیرونه استفاده مکوي نن نړیوالو ته دا مور کوي چې رښتیا تاسو میرمنو ته کار کوي که رښتیا کار کوي راسي عملا موږ لاري درخیو موږ پالیسی درکو راسي په دې برخه کې تاسو څه کوي. با گفته گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان در حکومت کنونی 3 نامزد وزیر، 9 معین، 3 سفیر، 1 نماینده در سازمان ملل متحد و 1 ولسوال و 1 شهردار زن مشغول به کار هستند.